پیروزی غیر مترقبه دانالد ترامپ در انتخابات 18 آبان در عرصه سیاست نشانگر چرخشی به راست بود. اکنون اروپا با سه انتخابات مهم روبروست. هفته آینده در هلند، ماه آینده در فرانسه و در اواخر تابستان در آلمان. حالا آیا همونطور که تبی ضد نظام های مستقر در اروپا پیش درآمدی برای انتخابات آمریکا بود پرزیدنت ترامپ بر اروپا تاثیر متقابلی خواهد داشت و آیا این تاثیر باعث قدرتگیری نامزدهای پوپولیست خواهد شد گزارشی داریم در این زمینه با بدل هلندی دونالد ترامپ آشنا شوید گیرت ویلدرز سیاستمدار هلندی با موی بلوند رنگ کرده ای که به عقب شانه میزند مبلغ برنامه سیاسی شدیدن ضد مهاجرت است حزب مطبوع وی که با اتحادیه اروپا سر اناد دارد شاید بتواند در انتخابات 25 اسفند ماه تعداد قابل توجهی از کرسی های پارلمان هلند را به دست آورد بنا به اعتقاد استیون سابو مدیر عامل آکادمی ترانس آتلانتیک، هلند بر سر یک چهار راه است یکی از احتمالات اینه که شاهد موجی از پوپولیست هایی خواهیم بود که از تاثیر ترامپ و پدیده برگزیت یعنی همون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیرو میگیرن و قوی میشن یه احتمال دیگه اینه که اکسوال عملی در جهت عکسش پیش میاد و مردم بگن این راهیه که ما نمیخوایم دنبال کنیم ناظران میگویند به نظر میرسد یک خشم کلی رای دهندگان اروپایی را در بر گرفته. لوکاس والک خبرنگار روزنامه هلندی هندلسبلاد توضیحی در این مورد دارد این خشم ضد نظام کنونی و ضد نخبگان چون مردم احساس میکنند کشورشون داره از دستشون گرفته میشه این هم مربوط به بحران پناهندگی که مثل بقیه کشورهای اروپایی واقعا روی هلند تاثیر داشته و رای دهندگان هلندی میگن همونطور که در بحران اقتصادی یونان دیدیم و هنوز هم به طور کامل برطرف نشده با بحران اقتصادی جهانی مربوطه من فکر می کنم که به طور عمده ای هم به عدم اعتماد به نظام سیاسی و احزاب سیاسی ربط داره بنا به اعتقاد ادوارد جوزف کارشناس سیاست خارجی بسیاری از اروپایی ها از خود میپرسند آیا من به اینجا تعلق دارم آیا هنوز این کشور من است وی میگوید این عامل مهمی در انتخابات پیش روست. سیاست uh, uh, مهاجرتی که آنگلا مرکل در پیش گرفت خیلی سخاوتمندانه است. این در میون رای دهندگان اروپایی به تشویش و دلواپسی دامن زده. دومین مشکل هم مسئله جهانی شدنه و رکود و بحران اقتصادی ادامه داری که بهش مربوطه. با اینکه بسیاری از پوپولیس های دست احزاب اروپایی یا رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ خوششان نمی آید، اما به نظر می رسد که اکثریت اروپایی ها با این گفته موافقت خواهند کرد که چشمانداز سیاسی در حال تحولی شگرف است.